امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره به گوشی گلکسی S23 اولترا از برند سامسونگ بپردازم که خب به تازگی معرفی شده. گوشی بسیار جدیه در سطح پرچمدار. انتظار شما از این گوشی پرچمدار چیه؟ اینکه صفحه نمایش خوبی داشته باشه، بتونه توان پردازشی خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار بده، باتری خوبی داشته باشه، یا اینکه توان عکاسی و ویدیوگرافی بالایی رو بتونه بهتون ارائه بده، که خب به نظر من این گوشی واقعا توی خیلی از بخش‌ها حرفای زیادی برای گفتن داره. میتونه رقیب مستقیم گوشی آیفون 14 پرو مکس باشه یا حتی توی دنیای اندروید بین بقیه برندها مثل اوپو، شیائومی، وان پلاس یا حتی پیکسل گوگل هم میتونیم رقبای مختلف رو براش متصور بشیم. ولی به نظر من در رده پرچمدارها گوشی گلکسی S23 اولترا واقعا عملکرد خیره کننده ای داره که حالا در ادامه قراره بهش بپردازم، در مورد بخشای مختلف بهتون توضیح بدم. و خب باید این نکته رو بهش توجه بکنید که در زمانی که من دارم ویدیو رو رکورد میکنم قیمتش حدود 70 میلیون تومانه. از طراحی این گوشی شروع میکنم که نظرم واقعا طراحی جالبی داره. نسبت به نسل قبلی یه سری تفاوت‌های ریز و درشتی رو تجربه کرده. خیلی نمیخوام با نسل قبلی یعنی گوشی گلکسی S22 اولترا رو مقایسه بکنم، ولی خب دوربین‌های بزرگتری رو داریم که نسبت به رنگی که انتخاب می‌کنید میتونه بیشتر خودش رو نشون بده. مثلا توی این رنگ کرمی که من دارم دوربین‌ها خیلی زیاد خودش رو نشون داده، که البته در مورد عملکردش قراره در ادامه بهتون توضیح بدم. پنل پشتی از جنس شیشه است، حالت مات داره و البته فریم فلزی که خب انتظار دیگه ای هم نمیتونیم از پرچمدار سامسونگ داشته باشیم. لبه های اون تختر شدن کمک میکنن که گوشی خیلی خوش دست باشه و اون لبه های تیز دیگه دستتون رو اذیت نکنه. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالا و سمت چپ هیچی. پایین گوشی هم پورت USB Type-C قرار گرفته به همراه درگاهی که میتونید دوتا سیم کارت رو اونجا قرار بدید و البته درگاه اختصاصی قلم S-Pen سامسونگ که در ادامه در مورد عملکردش بهتون توضیح میدم. ارزش خرید این گوشی رو به شدت بالا میبره این قلم. و خب سنسور اثر انگشتی که زیر صفحه نمایش قرار گرفته و سرعت آنلاک کردن خیلی بالایی رو در اختیارتون قرار میده. اسپیکر استریو هم اینجا قرار گرفته پایین و بالا. واقعا کیفیت بالایی داره این اسپیکر. حجم صدای خیلی بالایی رو در اختیارتون قرار میده. وقتی که یه موزیک رو پلی میکنید یا یه ویدیو رو تماشا میکنید مطمئنم که از حجم صدایی که این گوشی میتونه ارائه بده شگفت زده میشید. Very open vision on things. The more you think you know, well, the less you know, I guess. So it's a process of reminding yourself of that and then stepping away from it every time. برمیگردم به قلمی که این گوشی همراه باش عرضه شده. هیچ گونه پیشرفت خاصی رو نسبت به نسل قبلی نداشتی که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، ولی خب من خیلی ها رو میشناسم که فقط به خاطر این قلم میرن سراغ گوشی های پرچمدار سامسونگ، چون میتونه خیلی کیفیت بالایی رو در اختیارشون قرار بده و توی زندگی روزمرهشون به نظر میرسه که ابزار خیلی کاربردی باشه. وزن این گوشی 236 گرمه که خب اصلا کم نیست، ولی خب یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی توی اون استفاده شده و قشنگ دو روز رو میتونه باهاتون همراهی بکنه که به نظر من واقعا شگفت انگیزه. اونم در حد استفاده عادی، نه اینکه خیلی کم بخواید با گوشی کار بکنید. خیلی به نظر من زمان قابل قبولیه. با یه شارژر 45 واتی میتونید رو در عرض یک ساعت فول شارژ بکنید که خب متاسفانه خودتون باید به صورت جداگونه برید و اون شارژر رو تهیه بکنید. توی جعبه این گوشی فقط یه کابل USB Type-C به USB Type-C وجود داره. میرسیم به عملکرد این گوشی و خب همونطور که در جریان هستید من وقتی گوشی‌های مختلف رو بررسی می‌کنم سعی می‌کنم اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد اونا باهاتون به اشتراک بذارم. و این نکته‌ای که در مورد گوشی گلکسی S23 اولترا وجود داره اینه که این گوشی یه جورایی بهترینه در هر زمینه‌ای که بخواید تصور بکنید. گیم‌های مختلف، اپلیکیشن‌های مختلف، مولتی تاسکینگ رو اگر می‌خواید روش اجرا بکنید هیچ دغدغه‌ای رو نخواهید داشت و به راحتی همه اونها رو میتونید پیش ببرید. اپ‌هایی که سنگین هستن به راحتی روی این گوشی اجرا میشن.
بازی‌های مختلف رو میتونید باش بازی بکنید با فریم ریت قابل قبول و اصلا همینطوری نیستش که بخواد فوراً داغ بکنه یا دماش افزایش پیدا بکنه به راحتی. میتونید بازی‌های مختلف رو تجربه بکنید و همه اینها دستپخت مشترک کوالکام و سامسونگ چیپست اسنپ دراگون 8 نسل 2 برای گلکسی که مقدار اوورکلاک شده، میتونه مقدار فرکانس پردازش بالاتری رو در اختیارتون قرار بده و همین موضوع کمک میکنه که خیلی تجربه نرم روانی رو بتونید با این گوشی داشته باشید. انقدر خوب که حتی الان میتونیم با گوشی آیفون 14 پرو و پرو مکس همون رو مقایسه بکنیم با جدیدترین گوشی اپل و چیپست هایی که همیشه یه جورایی در واقع سردمدار بودن از نظر توان پردازشی، ولی الان توی دنیای اندروید چیپستی رو داریم که میتونه تنه به تنه اونا پیش بره و در واقع بتونه از پس پردازش‌های سنگین بر بیاد. باید دقت بکنید که رم این گوشی 12 گیگابایت و خب با توجه به تکنولوژی رم پلاس سامسونگ میتونید اون رو افزایش بدید. به نظر من بیش از کافیه، یعنی فکر نمی‌کنم موقعی برسه که شما بگید که ای کاش که رم این گوشی بیشتر از این میبود. و خب فکر می‌کنم که سامسونگ در این زمینه تصمیم درستی رو داشته. و از بابت فضای ذخیره سازی باید بهتون بگم که مینیمم انتخاب ممکن الان 256 گیگابایت به عنوان بیس کانفیگ، ولی خب 512 گیگابایت و 1 ترابایت رو هم میتونید انتخاب بکنید که خب طبیعتاً هزینه بالاتری رو باید براشون پرداخت بکنید. گلکسی S23 اولترا با اندروید 13 و رابط کاربری محبوب وان یو آی نسخه 51 عرضه میشه که خب قابلیت‌های جدید رو هم داره. مثلا اینکه شما وقتی انگشتتون رو روی سوژه نگه می‌دارید میتونه اون رو از بک‌گراند جدا بکنه که احتمالاً توی اپلیکیشن دیگه بخواید ازش استفاده بکنید. دستخطتون رو بهتر تشخیص میده، ریمستر بهبود پیدا کرده وقتی که توی گالری می‌خواید ازش استفاده بکنید، یا حتی اکوسیستم کلی سامسونگ که ارتباط بین گوشی و بقیه دیوایس ها توش بهبود پیدا کرده. امکاناتی که توی این رابط کاربری جدید سامسونگ میتونید اونا رو داشته باشید. میپردازم به صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت این گوشی که خب به نظر من واقعا کیفیت بالایی داره. یه پنل 6.8 اینچی که رزولوشن QHD داره، بسیار همه چی توی اون شارپه. کلا سامسونگ برندیه که خیلی میتونه صفحه نمایش های خوبی تولید بکنه. ردپای این سابقه خوب رو میتونید توی بقیه برندها هم ببینید که پنل هاشون رو از سامسونگ تعمیم میکنن. حتی پرچمدارهای قبلی این برند یعنی گلکسی S22 اولترا، گلکسی S21 اولترا که خب اونا هم بسیار صفحه نمایش های خوبی داشتن، اینجا هم ما با یه صفحه نمایش خیلی خوب طرفیم که میتونید محتواهای مختلف رو توش تماشا بکنید و از کیفیت بالای اون رنگ های خیلی جذاب اون لذت ببرید و غرق اون محتوایی بشید که در حال تماشا کردن اون هستی. نکته که وجود داره اینه که روشنایی اون تا 1750 نیت افزایش پیدا میکنه، برابری توی محیط های روشن به راحتی خیلی راحت میتونید با این پنل کار بکنید بدون اینکه ذره مشکل داشته باشید در خوندن اطلاعاتی که روی صفحه نمایش وجود داره. رفرش ریت 120 هرتزی داره که خب قاعدتا باید همینجوری باشه و این باعث میشه که خیلی حس نرم و روون موقع کار کردن با اپلیکیشن های مختلف حتی چرخیدن توی منو داشته باشید. به صورت LTPO یعنی موقعی که شما با صفحه نمایش کار نمی کنید رفرش ریت رو کاهش میده و این کمک میکنه که بتونه شارژ دهی طولانی تری رو به همراه داشته باشه این گوشی. در بخش عکس و ویدیو سامسونگ سنگ تموم گذاشته. میپردازم به دوربین هایی که توی این گوشی استفاده شده و دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی که خب یه جورایی خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد. قبلا این دوربین یعنی ورژن های قبلیش رو توی بقیه گوشی ها دیده بودیم، اما بهترین نسخه اون توی این گوشی استفاده شده که خب سامسونگ هم توی ایونت معرفی گوشی S23, S23 پلاس و S23 اولترا خیلی در مورد این دوربین 200 مگاپیکسلی این گوشی مانور داد، خیلی در مورد اون توضیح داد. کارگردان های مختلفی که با این گوشی تونسته بودن فیلم های سینمایی مختلف رو تولید بکنن و داره این در واقع پیام رو انتقال میده که من یه دوربین خیلی با کیفیت تولید کردم که میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید و واقعا هم همینجوری. به نظر من واقعا دوربینه با کیفیتی داره، خیلی جزئیات بالایی رو میتونه بهتون ارائه بده، رنگ‌های خوبی رو میتونه بهتون ارائه بده و به جز این موارد کلی که
در مورد یک دوربین با کیفیت صدق میکنه، یه سری اتفاقات ویژه هم به نظر من افتاده. اولی این که خب داینامیک رنج اون واقعا توی یه لول دیگه یه قشنگ، موقعی که عکسای اون رو با عکسای بقیه پرچم‌دارها مثل همین گوشی آیفون 14 پرو مکس مقایسه میکنید، متوجه این داینامیک رنج بالاتر میشید که خب با توجه به کامپیوتیشنال فوتوگرافی یا عکاسی به وسیله هوش مصنوعی تونسته به این سطح برسه سامسونگ که توی عکس ها شما میتونید جزئیات بالایی رو هم توی نقاط تاریک و هم توی نقاط روشن داشته باشید. موضوع دوم اینه که وایت بالانسی که این سری میتونید توی عکس های گرفته شده به وسیله این گوشی داشته باشید به نظر من یه دقت خیلی بالایی دارن. درسته که یه مقدار به سمت گرمی حرکت میکنن، ولی همچنان به نظرم این هم جزو موارد پیشرفت محسوسیه که میتونید توی این گوشی ببینید. و خب نکته سوم همون رزولوشن بالاتره که واقعا 200 مگاپیکسل خیلی عدد بالایی، قشنگ میتونید به صورت حرفه‌ای با این گوشی عکاسی بکنید و به فکر چاپ کردن اون عکس هم باشید به خاطر رزولوشن بالایی که در اختیارتون قرار میده. و این نکته جالب در مورد دوربین اصلی اون اینه که عکسایی که به صورت پیش‌فرض باهاش ثبت میکنید خیلی زیاد به حالت نایت مود نزدیک شده. منظورم اینه که بدون استفاده کردن از حالت نایت مود عکسای خیلی خوبی رو در اختیار شما قرار میده که وقتی از حالت نایت مود استفاده میکنید میبینید که چقدر این دوتا عکس به هم نزدیک شدن و این باعث میشه که خیلی زمان کمتری رو برای عکاسی صرف بکنید، یعنی بدون اینکه بخواید منتظر باز بودن شاتر برای چند ثانیه بشید یه عکس با کیفیت حتی توی نور کم رو ثبت بکنید که به نظر من خیلی اتفاق مثبتیه که در مورد دوربینای این گوشی افتاده. اینکه میتونید با فرمت را عکاسی بکنید یا اینکه سامسونگ اومده در واقع افزونه اکسپرت را رو توی برنامه اصلی عکاسی این گوشی قرار داده، خب مواردی که احتمالاً تا الان متوجه شده باشید که خب این امکان رو به شما میده که اگر به صورت حرفه‌ای میخواید با این گوشی عکاسی بکنید یا تصویربرداری بکنید دستتون کاملاً بازه. سه تا لنز دیگه که برای این گوشی در نظر گرفته شده، دو تاشون به صورت تلفوتو هستن، 3 برابر و 10 برابر، که مشابهش رو قبلتر دیده بودی، چیز جدیدی در مورد اونها وجود نداره به جز این که میتونید دقت بالاتر عکاسی رو توی اونها ببینید، یعنی میان خیلی بهتر تصویر رو پروسس میکنن و این باعث میشه که در نهایت عکس تر و تمیزتر و شارپتر رو داشته باشید. از اون ور ماجرا یه لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی هم توی این گوشی وجود داره که واقعا عکسای اولترا واید خیلی با کیفیتی رو بهتون میده و این امکان رو به شما میده که به خاطر اتوفوکوسی که داره بتونید به سوژه نزدیک بشید و عکاسی ماکرو رو تجربه بکنید، عکاسی ماکرو واقعی، نه مثل دوربینای 2 مگاپیکسلی ماکرویی که توی گوشی میان رده میبینیم. خیلی راحت میتونید به سوژه‌های مختلف نزدیک بشید و اون بزرگنمایی و نزدیک شدن بیش از حد به سوژه‌های ریز رو با این گوشی تجربه بکنید. عکاسی پورتره رو هم میتونید با این گوشی تجربه بکنید. خیلی سابجکت سپریشن یا جدا کردن سوژه از بک‌گراند قدرتمندی داره. نسل‌های قبلی هم عملکرد خوبی رو داشتن، ولی همون عملکرد خوب بهبود پیدا کرده. این دفعه سامسونگ اومده و به اسکین تون‌ها هم توجه کرده، رنگ پوست رو خیلی بهتر ثبت میکنه و این باعث میشه یه عکسای خیلی طبیعی تر رو داشته باشید وقتی که از حالت پورتریت مود استفاده میکنید یا سویچ میکنید روی دوربین های تلفوتو که بتونه یه زاویه دیده طبیعی رو از سوژه که در حال عکاسی کردن از اون هستید بهتون بده. موقع عکاسی کردن از سوژه های مختلف میتونید از پورتریت مود استفاده بکنید و واقعا عملکرد خیلی خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. در مورد دوربین سلفی اون هم باید بهتون بگم که درست رزولوشن اون کاهش پیدا کرده، ولی به نظر من میتونید عکسای خیلی بهتری رو باهاش ثبت بکنید. نورگیری بهتری داره، نویز توی عکسا کنترل شده تره و حتی وقتی با رقبا مقایسش میکنید میبینید که کاملا در واقع عکسای تر و تمیزی رو میتونید با گوشی گلکسی S23 اولترا ثبت بکنید. در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که واقعا کیفیت بالایی رو بهتون میده. این بار میتونید با رزولوشن 8K و سرعت 30 فریم بر ثانیه باش تصویربرداری بکنید. لرزشگیر اون عملکردش بهبود پیدا کرده، خیلی تصاویر نرم و روونی رو بهتون میده. میتونید با تمامی لنزهای اون تصویربرداریتون رو پیش ببرید و خب این خیلی دستتون رو باز میذاره حتی برای پروداکشن های حرفه‌ای هم در واقع بخواید از این گوشی استفاده بکنید که کیفیت خیلی قابل قبولی رو در اختیارتون قرار میده.
خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظر من گوشی گلکسی S23 اولترا به شدت قابل اعتماد و قابل اعتناه. چرا این حرف رو میزنم؟ چون خب خیلی گوشی‌های مختلفی رو بررسی کردم، هر کدوم از اونها ممکنه که توی بخش‌های ضعف‌هایی رو داشته باشن، ولی به سختی میتونید از این گوشی ایراد بگیرید. چیپستی که بسیار عملکرد خوبی داره، دوربینایی که واقعاً عملکرد عالی و قابل اعتمادی دارن، باتری که دیگه زود دشارژ نمیشه، حتی دو روز میتونه باهاتون همراهی بکنه، و البته صفحه نمایش فوق‌العاده با کیفیتی که در واقع یه جورای همه چی برمیگرده به اون صفحه نمایش، و سامسونگ عملکرد خیلی خوبی در این زمینه داشته. به نظرم ارزش خریدش بالاست، داشتن قلم ارزش خرید اون رو بالاتر میبره برای کسایی که در واقع میخوام با قلم این گوشی کار بکنن. درسته که مقدار قیمتش زیاده، ولی فکر میکنم به خاطر داشتن قابلیت‌های مختلف توی بخش‌های متفاوتی که وجود داره واقعاً در واقع ارزشش رو داره، و من این گوشی رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگر توان خریدش رو دارید به نظرم واقعاً میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه برای کسانی که در واقع اهداف مختلف رو به صورت حتی حرفه‌ای پیش میبرن. هم پیشنهاد میکنم که میتونن حتماً گوشی گلکسی S23 اولترا رو توی لیستشون قرار بدن. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. بهم بگید که نظر شما در مورد این هیولای سامسونگ چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو به کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید، و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.